به نام خداوند نهایت مهربان، روزداران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک ماه روزه متنوع و یک ماه بعد از گذشت قرنطینه کرونا، ما با اتفاق همکارم سیب تاجان سروش در خدمت شما هستیم. دیر قدرمون لیدون کو روجتیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود دې کړی چې روغ جوړ او د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ. تشکر. ما هم به نام خداوند توانا و بزرگ آغاز میکنم. حلول مای پرفیض و برکت رمضان با تک تک شما عزیزان و بیننده های نهایت عزیز برنامه تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم ماه مبارک رمضان یک ماه سرشار از رحمت و بخشایش برای تک تکتان باشد. قسمی که اسرت صاحب گفتن برنامه ضیافت است و ما در شام افطار با شما همراه و هم کلام هستیم. تشکر. شما هم تشکر. ما 30 روز ماه مبارک رمضان مهمان خانه شما هستیم. برنامه ضیافت رمضان در مهمان خانه شماست. یعنی به این معنا که ما مهمان شما هستیم و مهمانان مهمان برنامه ما خواهد بود. ما از آقای مظفر میخوایم بپرسیم آقای مظفر چی داری؟ چی هست امروز؟ چی پخته کردی؟ چی بپزی؟ سلام علیکم. چطور هستین؟ رمضان مبارک. رمضان شما مبارک. سلام بر مهمانای عزیز، خوش آمدین. سلام بیننده عزیز. خواستم چند نوع غذا به افطاری آماده کنم. افطاری روز و نماز تا قبول اول رمضان بادرنگ و سالاد و چه رقم است؟ مین کورس غذا هم داریم، سالاد هم داریم، سوپ هم داریم، میوه هم داریم، خرما هم است. سوپ شما هم خود باشن؟ بله بله، سوپ خود. چرا مهم نیست؟ چرا روزدار روزه می باشه با تقریبا 12 ساعت 14 ساعت روزه می باشه، یک چیز نرم و لطیف باید نوشی جان کنه در اول. بله، بیننده های عزیز، مظفر جان یکی از آشپزای طلایی افغانستان است که در 30 روز بر شما غذا خواهد پخته کرد و میپزه و همچنان مهمان ها را از غذای خود مستفید میسازه. بسیار تشکر. انشاءالله خواهیم بود. ما امیدوار هستیم که امروز غذای بسیار خوشمزه بپزید. روز اول ما هم گوش نکنیم. انشاءالله بخیر. ولی به یاد فراموش نکنین که ما در این برنامه مهمان ها هم داریم. ما در آغاز از جناب دکتر صاحب جعفری میخواهیم بیاین استیج شروع بکنیم با جناب دکتر صاحب، بعد از او باز میپردازیم با سایر مهمان ها. دکتر صاحب بفرماین. دکتر صاحب جعفری، بسیار زیاد خوش آمدین آقای جعفری به برنامه ضیافت. خرسند هستیم که مهمان برنامه ما شدین و اولین مهمان برنامه ما هستین. ماه مبارک رمضان از صمیم قلب به شما هم تبریک عرض می کنم. تشکر. سلام و سپاس از اسرت صاحب هم که غم افطار خوردن و برای آشپزترای ما خب به هر صورت صحبت آغاز بکنیم از ماه مبارک رمضان. اسرت صاحب دیر خراغلی. سلامت سلامت پس دیر وقتن مون تاسو ګورو. بله دغه سیست او پتیرو پتیرو روژه کې قرنطین وو، فضا بند وو، څنګه پرتلکوي دا روژه او غتیر روژه چې تیر شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المنتجبين المنتخبين. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکار بزرگوارتان و مهمانان بسیار عزیز، همکاران بسیار عزیز که این برنامه را تدارک دیدن و آشپز بزرگوار که امیدوارم انشاءالله آشپزی روز اول ماه مبارک انشاءالله خوشمزه باشد برای همه دوستانی که در اینجا تشریف دارن. من قبل از هر بحث اجازه میخوام دو تا نکته را عرض بکنم. نکته اول این که هم از حکومت افغانستان بخواهم عاجزانه به عنوان یک شهروند و هم از گروه طالبان بخواهم که به حرمت ماه مبارک رمضان یک آتش بس و اگر آتش بس نیست به اصطلاح آتش کم، اگر اورکم ممکن، اگر اوربند ممکن نیست، به هر دلیل اورکم را انجام بدن تا مردم مسلمان و متدین افغانستان در این ماه که شهر الله العظیم هست، ماه مبارک رمضان، ماه دعا، ماه عبادت، ماه استغفار را مردم با خیال راحت و با رنج و دردی کمتر انشاءالله به عبادات بپردازند. دلوی خدای جل و علا څخه غواړم چې په دې روژه مبارک میاشتې که نور د ټولو مسلمانان خصوصا د افغانستان د مسلمان
ولس کور ته غم رانسی ان شاء الله او دغه روزه مبارک او د قران عظیم شان د نزول په عظمت باندې یو دایمي صلح او عزتمند صلح ان شاء الله موږ او ملک ته راسی. اما مطلبی که فرمودین، سال گذشته در قرنطین بودیم، امسال خدا لطفش را شامل حال مردم ما کرد که این بدی به هر حال بلیه که بود و این رنج و دردی که بود در بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی هنوز است، ولی به برکت دعای مردم مسلمان ما امسال در کشور ما بگمانم که این مریضی به حد اقل ممکن است، چون ما در استودیو هم دیدم بیرون هم میبینیم که دوستان ما هیچ کدام خیلی کرونا را جدی نمیگیره. امیدوارم که کرونا هم جدی ما را نگیره و جدی نباشه ان شاء الله. بسیار تشکر دکتر صاحب. واقعا ما در حالی که هنوز در حالت کرونا هستیم، امیدوار هستیم که امو فرمایشات صحیح را فراموش نکنید. میریم به طرف یک وقفه کوتاه. باز وقفه فرمایشات جناب دکتر صاحب هم مشنویم. ماه زیافت خداوند است و برنامه زیافت رمضان. ما و با اتفاق همکارم باز هم در خدمت شما. امیدوار هستیم در این ماه ادار قلب توانیم ما پیام هایی از مهمان های خود را با شما برسانیم. و جناب دکتر صاحب بسیار یک مسئله خوب را فرمودن که عدل اقل یا طالبا و یا هم مخالفین حکومت در این ما آتش بس بکنن یا اور کم بکنن، آتش کم بکنن. ماه رمضان ماه سال هست، چطور است؟ بله همینطور است. دین اسلام دین صلح و صفا و صمیمیت و مهرورزی است، خصوصا در این ماه مبارک رمضان که خدای تبارک و تعالی بندگان خود را مورد لطف و عنایت ویژه خود قرار داده. در این ماه پیغمبر اکرم می‌فرمایند که اگر انسان یک آیه از قرآن به تلاوت کند، ثواب یک ختم قرآن را دارد در غیر ماه مبارک رمضان. خدای تبارک و تعالی میگه من در این ماه شما را مهمان کردم، دعیتم فیه الى ضیافت الله. این مهمانی مهمانی است که از جانب خداست. بندگان یک طرف میزبان و صاحب خانه خدا هست، غنی مطلق، عالم مطلق، قادر مطلق، همه اوصاف حمیده در حد اعلا. مهمان بنده فقیر نیازمند، لا یملکون لنفسه لا نفعا ولا ضرا. خب وقتی که خدا در این ماه بندگان خود را مورد ترحم قرار داده، مورد رحمت و مغفرت ویژه قرار داده، ما بندگان خدا هم که توقع داریم خدا به ما ترحم کنه، ما هم باید بر همدیگر ترحم کنیم. ارحم من فی الارض، به این به اصطلاح عبارت که شما مردم به کسانی که در زمین زندگی میکنه به اینها ترحم کنید. ارحم من فی السما، تا او کسی که در بالا هست، در عالم بالا هست، خدای تبارک و تعالی شما را مورد ترحم قرار بده. در این ماه وقتی خدای تبارک و تعالی می فرماید که به نفس کشیدنهای روزدار ثواب تسبیح می تم، یعنی مقام انسان را بالا برده است. وقتی میگیم وقتی که ما میریم مهمان یک شخص میشیم، از ویژگی های مردم مسلمان ما مهمان نوازی است. سعی و تلاش میکنه که بیش از حد توان از مهمان پذیرایی کنه، که ظاهرا تلویزیون به هر حال خوبی شما آریانا هم اینمی به اصطلاح عزم و اراده را داره که به هر حال آشپزی را در استودیو انجام میده، یعنی دیگه عنایت ویژه را به مهمان ها داره. خب وقتی ما این توقع را از خدا داریم، خدا هم از ما توقع داره که ما بندگان او را مورد ترحم قرار بدیم. یک نکته هم که به ذهنم امیال آمد اینه که یک توصیه هم به دکانداران و تجار ملی و فروشندگان در سایر بلاد، حتی بلاد غیر اسلامی،
در ماه مبارک رمضان قیمت های مقداری پایین می آید. سال گذشته که یادتون باشه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مغازه هایی که بیشترین مشتریش مسلمان ها بود، مالیت به اصطلاح 5% هرچی بود او را معاف کرد، به خاطر که گفت که مواد غذایی به مردم ارزانتر برسه. خوبه که تجار ما، دکاندارای ما هم یک مقدار قیمت ها را بیش از حد بالا نبرن. پس ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و مغفرت است و این عباداتی که در این ماه که خدا شب قدر را در این ماه قرار داده که عبادت در این یک شب بهتر از هزار ماه هست که در او شب قدر نباشه. پس چقدر خوب است که ما مسلمان ها هم همین زمینه را برای مردم خود فراهم کنیم و از مقدمات اولیه و ضروریه به اصطلاح عبادت در این ماه این است که تأمین امنیت شود. هم حکومت و هم مخالفین حکومت برای خدا بر مردم خود ترحم کند و یک مقدار جنجال ها را لااقل کمتر کند، اگر به حد صفر نمی رسه به هر دلیلی، یا نمی گذارند دیگرانی که این جنگ را و این صلح را هدایت می کنند، اگر نمی گذارند لااقل فضا در یک حدی باشه که مردم بتواند به دعا و نیایش و به عبادت خدا بپردازند. بله، با امید از اینکه بیننده های برنامه ما مقام مسئول و زیر طرف های درگیر در افغانستان صحبت آلمانی شما را شنیده باشن و به برکت از این ماه مبارک رمضان و به برکت ماه نزول قرآن کریم یک آتش بس دائمی در وطن ما بیاید و حداقل در این روزا حضرت صاحب کم شود این نزاها و کشمکش و برادرکشی. چیزی که دکتر صاحب فرمودن که ما ماه صلح هست که باید بیاین صلح کنیم، یک چیزی که ما میخوایم، ما انسان ها چگونه هستیم؟ این انسان افغانه که در زندگی میکنه، وقتی که به مجرد که اگر کوتاه بگوین، به مجرد که رمضان میباشه هر کالایی را اگر 50 روپه باشه 100 روپه میکنه، یک فضای خوب برش مناسب است به خاطر فایدهش. حتی در وضعیت کرونا هم ما چنین وضعیت دیدیم. ببینید، ما سوال سختی را کردین جناب حضرت صاحب بزرگوار. ما روزه هم هست، ما توکلم به خدا. دو تا جمله را بگم، ما مسلمان های اسمی هستیم. بله، عملی به اسلام را نداریم. مسلمان هایی هستیم که و من الناس من یعبد الله علی حرف. اتفاقا همین شکوه شما را قرآن هم میکنه از انسان های مثل ما. البته ما به خودم میگم، ببینید ما مسلمان هستیم ولی از ویژگی مسلمان ها ترحم که ما نداریم. بسیار زیاد تشکر. انسان دوستی است که ما نداریم، نو دوستی است که ما علی القاعده نداریم. امیدوارم انشاءالله در این ماه لااقل مسلمانی نسبی شویم و بر دیگران ترحم کنیم. جناب دکتر صاحب سپاس، صحبت شما واقعا عالمانه و شیرین است، اما وقت افطار محدود است. در حال حاضر با هم یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، پس از آن با شما همراه هم کلام هستیم. سفره‌هایتان گرم و پر از غذا. ما امیدوار هستیم وقتی که غذا میخورین او به بضاعت و غریب و فقیر هم متوجه داشته باشین که اونا یک وقت نان خوردن هم ندارن. آذان داده شد، اولین افطار رمضان 1400 بر تک تک خانوادهتان بسیار مبارک باشه. مهمانای ما آقای علی رستم نجفی زاده، دکتر متخصص داخله، و همچنان آقای یاسف وردک، ژورنالیست فعال سیاسی، حمایت کننده خبرنگارا و ژورنالیستا. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب. شما هم خوش آمدین. زنده باشین. مهمان ما هستید. خرسند هستیم که حضور شما را در آغاز این روز البته ماه مبارک رمضان با خود داریم. از جناب وردک صاحب آغاز میکنیم. روز اول ماه مبارک رمضان است. میشه در رابطه با ماه مبارک رمضان، از ماه مبارک رمضان چی درس بگیریم من حیث یک انسان صحبت های داشته باشه؟ ده هستیختن جلال شانهو پنامه نمره تاسو ستاسو درنو میلمنو درنگ ستاسو دیر و درنو و خدرمنو کتون کده سلام او درنوی پسنکی
دیدی مبارک میاشه مبارکی وایم. همیم راجع به سوالتان ما از ماه مبارک رمضان چی درسی بگیریم؟ اگر بگیریم ما با تأسف 40 سال افغانستان یک مسلخ جهان گشته. ما شاهد تمام موضوعات سیاسی استم. ماموریت ما در سال 1346 از رادیو افغانستان شروع کنم. می تندیم ما وی مسائل شما خود جوان هستین، خدا جوان داشته باشه. ما لمس کردیم با وجود خود و رنج بردیم. نمیخوایم زیاد وقت بگیرم. خداوند لطف کنه به می برکت ماه رمضان که ما در خود بیاییم، سیاسون ما در خود بیاییم. و ما بسیار رنج میبرم. من مکتب ما سپین خبری، سخن اوریان، همین مکتب 40 سال مبارزه ایم است. و به میری سفید در ماه مبارک رمضان اگر آدم دروغ بگوه خو لعنت به او دیگه، من نمیتانم. رنج از این میبرم که هر روز زیر شعار صلح ما جنازه میوردارم. مسلمان هستیم، خودم مسلمان میگیریم، از غیرت دعوا داریم، از 5000 سال تاریخ دعوا داریم، مگرم در پهلوشی میکنیم. استعمار سرخی که من 12 جای تاریخ میبودم، 6 قلعه ما ویران شده، 1.5 میلیون انسان تا اینجا شهید کرد. آل ما میریم برای ساندویچش که ما راشتی پر تو جای شرم است، جای شرم است. یا میدهیم ببخشیم جناب عدک سپ از ساندویچ رو بد کردین، گفتیم ما مهمان هستیم کالی نان یگان مهمان رفتیم. ما کمی رمضان شب بسیار توجه به خوردن میکنم. ما کوتا بریم سر دکتر سیف. دکتر سیف چطوری می غذا را چی کنیم؟ غذا را مدیریت کنیم؟ ما خود مدیریت کردن نمیتونم. من نمیفهم چرا رقم چی شب بسیار کوتا اگر بگوین جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام تقدیم میکنم به میمان بزرگوار، به شما دو عزیزم و تمام دوستان که همی اکنون ما را تماشا میکنن. مدیریت غذا در دست خود شخص هست. به این روز ماه مبارک رمضان و به وقت افطاری سفره ها، همه سفره ها رنگیر و رنگی تر می باشن، اما به دست خود شخص تعلق داره که صحت خود چه رقم باید کنترل کنه که با صحت باشه. با یک جوس، با یک خرمای میتون افطار کنن، اما متاسفانه هموطنان عزیز ما که آزان ختم نمیشه از هر غذا میل میکنن، اما نخیر، خلاف صحتشان و خلاف خود لایحه‌شان است که نباید استفاده کنن. با گرفتن یک سوپ و یا با گرفتن جوس تازه، با گرفتن یک دانه خرما که غذای همه پروتئین و همه غذاها را تکمیل داره، میتونه که افطار کنن. بعد از خواندن نماز شام یا شام میتونه که غذای سبکتر دیگه بعد در تعقیب از اونا بگیره که به یک بارگی نباید بگیرن غذا رو که درست. شما بگیرین خیر است بخورین. نگان شما خب با مثقال و با گرام نان میخوره. میریم به طرف فقرا، میریم که چی دارن ما چی داریم. در این بخش از برنامه باز هم ما خانواده‌های نیازمنده که در افطار خود اصلا چیزی به خوردن نداشتن از یاد نبردیم و سری زدیم به خانه هایشون و برایشون یک مقدار افطاری بردیم. ای که چی هست با هم یک جا در بسته تصویری مشاهده میکنیم. با نام یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما بیننده های نهایت عزیز. ماه مبارک رمضان از صمیم قلب برتان تبریک میگم. ماه مبارک رمضان ماه رسیدن به خواستا و ماه رسیدن به خالق یکتا است. آرزو میکنم از لحظات این ماه پرفیض و پربرکت نهایت استفاده را برید. یکی از درس هایی که ماه مبارک رمضان به ما انسان ها میده و یکی از درس های رمضانی دست گرفتن افراد نیازمند است. ای که ما یادآور شویم که افرادی هستند در جامعه که واقعا نیاز به کمک ما دارند و کسانی که توانمند هستند باید اونا را کمک کنند. ماه مبارک رمضان ماه یاری و کمک رساندن به این افراد است. ما در برنامه خود، در برنامه سبت افطاری، قرار است به تعدادی از خانواده ها افطاری تهیه کنیم، موادی که به افطاری نیاز است و ما اونا را یک کمک ناچیز کنیم. این کار به هدف یا دلیلی است که تعدادی که توانایی دارند و یا هم تعدادی از هموطنان ما که امکانات چه دارند، اونا هم آگاه شوند و بدانند
این خانواده مستحق کمک کنند. افغانستان کشوری است که تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه تحت خط فقر زندگی می کنند و در این ماه مبارک رمضان متاسفانه نان به خوردن عطا ندارند. پس در این برنامه ما را همراه باشین. ما میریم سراغ مواد افطاری و چند مواد غذایی خیلی مفید برای افطار این خانواده البته امشب تهیه می کنیم. خب ماه مبارک رمضان بیشتر یا اکثر خانواده ها افطار با خرما می کنند. من هم اول خرما و همچنان مربا انتخاب کردم چون مربا غذایی است که تهیه است و میتونن که با چای میل کنن و یک افطار شیرین و خوشکام داشته باشن. کوشش میکنیم بیشتر مواد غذایی که آماده است انتخاب کنیم چون بعضی از خانواده ها متاسفانه اقتصادشون خوب نیست و نمیتونن که مو گاز داشته باشن و یا هم امکانات پخت غذا را ندارن. ما اکثر مواد غذایی را آماده ساختم. میتونیم که دیگه هم مواد غذایی بگیریم. شما هم با ما باشین. ما این مواد غذایی را پولش پرداخت میکنیم. میریم طرف خانواده. سلام. اجازه است؟ خوب هستین خاله جان؟ صحتمند؟ سلام خاله جان. خوب هستین؟ صحتمند؟ شامتان بخیر. اجازه است؟ بفرمایید. ایره به شما افطاری آوردیم. بفرمایید. بیننده عزیز سلام مجدد. اولین روز از ماه مبارک رمضان است و ما با سبد افطاری خود امروز سراغ خاله فریبا را گرفتیم. یکی خاله فریبا امروز ماه مبارک رمضان نخستین روز چگونه آغاز کردن؟ آیا به افطار امشب غذا دارن یا ندارن و با چی مشکلات زندگی میکنن؟ از زبان خودشان میشنویم. خاله فریبا سلام، وقت بخیر. سلام علیکم. خوب هستی؟ چیل درسته؟ سلامت باشین. ماه مبارک رمضان برتان تبریک. بخاطرم تبریک. ماه مبارک رمضان رسید. چی آمادگی ها گرفتین به ماه مبارک رمضان؟ افطاری به شما افطار آماده ساختین نساختین؟ نه دیگه توسط هیچ چیز آمادگی نگرفتین. چیز آمادگی نگرفتین دارین یا ندارین که آمادگی نگرفتین؟ نداریم دیگه. هر چیز که خداوند باز ملا زنده روزی مول افطار میکنه. هر چی که خداوند روزی کرده بوده؟ خاله فریبا چی میکنین؟ مصروف چی کار فعالیت هستین؟ ما تندور میکنم. نانبایی زنانه. نانبایی زنانه داریم. دمی مکان که خواه نانبایی گفته نمیشه. ای حالا خسر بارندگی شد سرش چپه شده. نگنی پوشندگی بسرش. خب بارندگی هم نیست که سرش باست مانده. من تکتا پیدا کنم چوب چیز با سرش پوشنم. حال چه مشکلات دارین؟ چگونه است؟ میشه دگان بگین از مشکلاتتان؟ از اون روزی که طفلتان از دست دادین تا امروز چی تفاوت در زندگیتان آمده؟ کس تا حال شما را کمک کرده؟ به کمک کس نیاز دارین ندارین؟ معلوم میشه که خانم با همتی هستین. نیاز داریم دیگه. کس کمک نکنه بزرگ خواست پیش کس گرفتن میتونه. نیاز داشته باشیم چیکنیم. اون تو کس ندارم که بر ما کمک کنه. خب از هموطنای ما که بیننده برنامه سبد مهربانی هستن چی تقاضا دارین در این ماه مبارک رمضان؟ میشه که هم خواستتان به بیننده های برنامه ما که توانا هستن میتونن که کمک کنن خواستتان برشون بگید؟ خواستم این همیست که کمک کنن از این خانه. اون تو در خانه بیرانه خرابشتیم دیدی. یک کرای خانه صحیح دادن میتونم که دیگه خانه صحیح بشینم نم نداشته باشه چیز. اگه کمک کردن خب میکنن، اگه نکردن هم هم دلشان. ما دیگه شب روز ما دارم خود ما دیر میکنیم هر چیز که سختی آمد. یا خداوند انشاءالله مشکلات شما را هم حل بسازه. مشکلات تمام بیننده های ما که نیازمند هستن و خداوند مشکلات زندگی را برشان آورده، اما قسم که مشکل آورده خداوند برشان روزهای خوب و روشن هم نصیب بکنه. ما امشب یک افطاری ناچیز برتان در نظر گرفتیم، اگرچه ارزش زیاد نداره اما معنویاتش زیاد است. آرزو میکنیم یک چند افطار با دل جمع با اولادایتان و شوهرتان افطاری تهیه کنین، آماده بسازین و شما هم از ماه مبارک رمضان
کمی فیض و برکت ببرین تا باشه خداوند مشکلات شما رو هم حل کنه. و اگر هموطنان ما و بینندگان نهایت عزیزی که برنامه ما رو میبینن توانایی دارن این خانواده رو حتما کمک کنین. ما از طرف برنامه افطاری و همچنان بنیاد محترم بیات که همیشه دستگیر خانواده های نیازمند و فقیر در سراسر افغانستان بوده مبلغ $100 در هر برنامه اختصاص دادیم که یک مقدارش شما دیدین که ما مواد اولیه خوراکی به خاطر افطار تهیه کردیم و یک مقدار دیگر از این هم در داخل این پاکت است. باش که از داخل پاکت بیرون کنم. این بقیه $100 است که حسابم نکردیم. باش حساب کنم. 6200 افغانی است. به این میتونین که به ماه مبارک رمضانتان یک مقدار مواد اولیه مثل آرد و برنج و روغن و بعضی از مواد سوخت خریداری کنین و حداقل یک ماه با آرامی زندگیتان بدون از این که جنجال داشته باشین سپری کنین. مواد اولیه میخرین یا کرای خانه میتین کدامش؟ کرای خانه را میتین مواد هم دیگه چی کنیم مثلا میتین یک ماه کرای را میتین دیگه مواد چیز رمضان است روزه گرفتن میشه دیگه باش کم گوشنه و روزه روزه خداوند مشکلات شما را انشاءالله حل کنه. زنده باش شما را خدا خیر بده. تشکر زنده باشی از برنامه تان. تشکر. سلامت باشین بینندگان نهایت عزیز. برنامه سبد افطاری است. شما هم اگر توانایی دارین و میخواین که از ماه مبارک رمضان نهایت استفاده رو ببرین پس بشتابین به کمک این خانواده هایی که واقعا نیازمند هستن و یک کمک ناچیز شما میتونه که زندگی این خانواده ها را تغییر بده. بازم تشکر میکنیم از بنیاد بیات که بر دسترس ما این مقدار پول قرار دادن تا ما باعث لبخند لب یکی از خانواده های نیازمند و محتاج ما شویم. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به الله میسپارم. خدا نگهدار. بیننده برنامه ضیافت هستین. شامتان یک بار باز هم بخیر. در این بخش از برنامه مهمان حضور دارن در برنامه ما که میخواین در رابطه با ورزش در ماه مبارک رمضان صحبت های داشته باشن. جناب محترم عبید جلال رئیس فدراسیون ورزشی وزارت داخله بسیار زیاد خوش اومدین به برنامه ما. تشکر. من هم عرض سلام ادب خدمت شما دارم و از طریق تلویزیون جهانی آریانا به تمام ملت غیور افغانستان سلام دارم و ماه مبارک رمضان با یکایک ملت مجاهد پرور افغانستان تبریک میگویم. سلامت باشین. روز اول ماه مبارک رمضان بخیر سپری شد. تشکر. خوب بود عالی. سپاس. حضرت ورزشکارا باید دای ما چی بکنه؟ حال خوب بسیار خوش آمدین. و آیا ورزش ترک میکنن دای ماه رمضان برشون همون انرژی کافی نمیرسه؟ نه خیر. ورزشکارا همیشه وقت فعال و اکتیو میباشن. اتفاقا در ماه مبارک رمضان تمرینات خود یک ذره کمتر میسازن و بر یک ساعت تمرین کنم و قبل از افطار و بعد تمریناتشون داشته باشه. اگر ورزش نکنم ورزش گونه است و به شکل می باشه. اگر یک ماه از ورزش دور باشه یا مطمئن باشه یک ورزشکار به اندازه 6 ماه آسیب می‌بینم. ورزشی که ما مردم عام میکنیم تا ورزشی که پلیس میکنه متفاوت است با اونا. باز دقیق از نیروهای امنیتی خب واقعا همیشه وقت ورزشاش ثقیل می باشه و خشنتر می باشه و بعد ورزش هایی که در کلاب های ما هست در کلاب های ملکی ما فعلا در ماه مبارک رمضان همیشه وقت ادامه داره و 30 روز ماه مبارک رمضان پلانینگ بسیار منظم و قوی داریم. اتفاقا در هر خوبی دایی است که ما در هفته یک بار در کلاب های شخصی خود تصمیم دایی داریم که ختم قرآن کریم کنن، یعنی هفته 3 روز در ورزش می باشن، 2 روزش تمرین کنن، 1 روزش افتانه بتونم ختم بگیرم. سپاس. آقای وردک وقت برنامه ما خیلی محدود است. پیام شما به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیار کوتاه میشنیم. قبل از پیام مسئله صلحتان باقی مون. به فکرتون پیام ما بهتر از پیام صلح بودیم. دقیقا. با عرض معذرت دویدن به پنجاب و روسیه و ایران و عربا اونجا از خود گلمه داریم، از خود فرهنگ داریم، از خود تاریخ داریم. به نام خدا بین خود جور بیاییم. شرم‌آور است. یک تعداد ما نمیخوایم بحث سیاسی کنم. ماه رمضان است، سیاسون ما را میشناسن و چون ماه رمضان است باید هم میگفتم ما یعنی تجارت بس کنن. ملت در خون شنا میکنه. 3 میلیون انسان در خاک سپردی،
من میدونم پنجابی بر روسیه یا اگر تاریخ مطالعه کنند اشتباه میکنند که پاکستان براتان صلح بیاره و احمق نیستن وقتی که در برد نظامی در برد اقتصادی قوی شوی اونجا و تجزیه میشن ما در خود بیاییم ما یخن پاری خود ما بدوزیم خانه ویرانی که توانش داریم و ما خواهی یک دیگه خود تخریب میکنیم همین استانبول میرین چیز میبرین همین مشترک میبریم سر از آل جنگ است ارگ یکی میبره سپیدار دیگه میبره دوستم دیگه میبره گلبودین دیگه میبره طالب دیگه بشرمین بس است به نام خدا بس است این ملت دیگه هر روز قربانی میده هر روز سر صدقه میکنه نظامی دیگه ای طالبان یهود نیستن یا هم انسان هستن همراه امریکایی ها جن نمیکنم مگر افغان ها بین خود خودم به نام خدا ای اسلام است امین مظفری را موجه مقرر کنیم که آشپزی را در ترکیه کنن چقدر خوب مشتد مظفره بهتر است که روز ماه مبارک رمضان به احترام از این ماه مبارک من چند روز رو بند کنن افغان کشی و اسلام کشی رو بند کرد پیشتر دکتر صاحب گفت که در این ماه مبارک رمضان ما میمان خداوند هستیم ما میمانای خداوند هم میکشیم ببخشین دیگه نمیکافت خب خداوند با امید از این که در این ماه مبارک رمضان این جنگ برادر کشی رو خاتمه بده در افغانستان و سپاسگزار هستیم از آقای آصف فردک همچنان از جناب آقای جلال که به برنامه امروز تشریف آوردن شام افطاری ما را با صحبت‌های زیبا و عالمانه خود بهتر و زیباتر ساخته بسیار تشکر از شما جناب وردک سلطاسن ډیر مننه مون غوخته چې دا تاسو په خاطر دغه خبرونه پیل کو آغاز تاسو کی ان شاء الله په دې خبرونه کې به ډیر زحمت در کو شما زیات زحمت خایم داد باز اوقات خایم قربان ما 15 عملیات کړی خدای دې لره خدای دې لره قربان دې شم تاسو سره برنامه همین قدر بوتا دمه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپاره ما همش روز از ساعت 6 تا ساعت 7 مهمان خانه شما هستیم مهمان سفره شما هستیم و ما مهمان و ضیافت رمضان ادامه خواهد داشت بله و همچنان همکاران ما در برنامه با بخش‌های متنوع در خدمت شما خواهند بود و در این ماه مبارک رمضان فقرا را فراموش نکنین اونا را هم دستشان بگیرین تا خداوند دست شما را بگیرد تا فردا شام که بازم با شما خواهد بودیم شما را به الله تعالی می‌سپاریم موفق باشید